هر کاری میدونید راحته با چه شکلی یه پا میشی وسط کار این صندلی چپ میکنه کنه proper weight distribution بیا منم اون دفعه گفتم بله همیشه چرا من همیشه سپورتر اون حرکتت بودم از اولین باری که توی یو بی سیه که چکام کردم؟ کارون رو میگم گرفت هستش میکروفون سه صفحه نه دو صفحه اونیم یه اتونه دبستان بودی میرفتیم برگ امتحانی میخریدیم بله نه گفتی نه فقط برای اینکه با نمک پوشی برای آبیا دیگه دیگه بالاش نوشته بود جای نامه خودمون با اون رو میبردیم قمی داشت همیشه من املا میشد 16 با 16 میگرفتم ببین دیگه نه من خب خدا رو بنده نبودم هنوز هم املا بده اگه اون موقع من حالا <applause> تو که صد از سبر اتفاق نفتده روی, <applause> روی صحبت هم با بقیه بچه هست تا شده مثلا هم این جمله رو بنویسیم بعد ندونید مثلا یه کلمه تو اون جمله چجوری املاش هست بعد اصلا کلا جمله رو عوض کنین نه من میرم گوگل سرچ میکنم نه استادش ندارم شده من بعد جمله ما از یا اصلا انگلیسی می چون انگلیسی راحت تر میتونم اصلا به مام که میخوای تکرار آره, آره 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 من جمله هایی که به یه ه می میرسه من نمیدونم قیافه کارو میاد بابا کارون بهترین سوالشو داد براش دیگه یه بار دیگه هی کسره نمیگه میگو که خیلی معروفه نه 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 هی کسره نمیگه مثلا چی و مثلا هی چشمو میگی نه نه اون که اون یه کاتگوری دیگه ها اگر که اون رو سولوشن میگه آره اگر هر چیش اسمانی شه مثلا میگو یه الا از مثال تو ذهنم مثلا این اپیزود خودکسته خودکسته اگه بتونی بگوی خودکسته خودکسته بتونی سینی اسوانی بهش بده یعنی هی کس رو باید داشته باشه یعنی هی باید داشته باشه خب اگه نه اگه نه نباید بذاری مثلا امروزه مثلا این قرمز این... چون نمیتونی بگی کیف اس قرمز تو هم ا میذاری اون خیلی الان تو چت میرسن کیفه ه می اون دیگه اوج اوه بعد خیلی هم چیزا مثلا استقامت دارن که نه راحت باشیم هر جور میخوایم بنویسیم اینجوری زبان فنا میره دیگه آره آره. همه زبون هم این انگلیسی ها هم, این هم. من من... من... ها ب... بره همین من اشتباه می نویسم برای همین برای همین جاج نشم برای همین اصلا نمیسم جمله ما انگلیسی می نویسم چون می ترسم بچه ها بعد نیست آدم شو دیگه تقریبا بیشتر زندگی اینجا زندگی کردم دیگه چرا دیگه؟ تا 18 اینجا 15 سال اینجا 12 سال دیگه. تقریبا, تقریباً نرسیدی. هنوز تقریباً تقریباً نرسیدی چرا؟ برای همین آقا دانشگاه اینجا رفتم دبیرستان که <تص> ایران نرفتیم اصلا ما که هیچ وقت تو <تص> ایران دبیرستان نرفتیم من تازه قبل از اینکه کارون بیاد اصلا تکس فارسی که مسخره بود برام ولی الان جالب شده الان خیلی کی نمیداد هیچ کی توی نورت امریکا نمیداد چرا بابا میدادی قبل اینکه کارون بیاد چرا ما میدادیم حالا نه به م... الان بی... به این میزان ولی خب قبلا ما یه داریم من پیرن پلو رو در آوردم دیگه عوض نکردم من چون ما رفتیم نهار خوردیم حالا آره بین دو تا بین دو نیمه نهار مردفکن <تصح> <حرمد دار. تصح> رفتیم نهار خوردیم برای همین من ترسیدم اون رنگش روشن بود <تصح> گفتم <دوستام> خراب میشه کولر <تصح> چیز کردی؟ هیچ دست بهش نزدم خوبه خب الان حرارت از جای دیگه آره به خاطر اینکه آه... سر گرمه گرم آه... حرارت از جای دیگه داره بله بله حرارت از جای دیگه ام... بریم سر اپیزودمون یا نریم چیزی نشیم بگیم نه ما اپیزودی بزن دکمه ما میزنی میزنیم از واده اپیزودی <تصفحه> تلفن سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبانهای این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم با من. سلام سلام <applause> دو تا کار رو با هم نمیتونی انجام داره فیلم میگیره یادش رو سلام کسایی که دارن تصویر ما رو میبینن احساس میکنم به خاطر این نور عجیبی که پشتمون جریان داره خیلی, خیلی ما ضد نوریم اونور و, و این و این دوربینه داره سعی میکنه این نوره رو وایس بالانسش رو درست بکنه احساس میکنه اشتباس خلاص اگه تاثیر اون خیلی عجیب میشه دیگه کاریش نمیشه کرد دیگه. دیگه فضای بیرونه و شرمنده دیگه دیگه شبیه روزای آخر دنیاه چیه آخه دوده واقعا یعنی اگه حالا تو اون دور بی معلومه این همه این سفیدی که میبینید دوده استوریشو گذاشتیم چند روز پیش دیدین توی اینستاگرام این الان از اون بدتره این الان دود البته پسرای خوشتیپم دود عزود. عزود چند تا نکته رو بگم اول که هفته قبل ما با کوروش از کانال میا پلیس مصاحبه کردیم اگه نشینید و ندیدید برید توی کانال یوتیوب ببینید بم... یکی از پر بازدیدترین های ما بوده تا الان یک ساعت و 45 و پنج دقیقه با کوروش صحبت کردیم فکر کنم تنها پادکستی بود تنها مصاحبه بوده که تا الان اینقدر خودمونی باش صحبت کردیم خیلی خوششون اومده بود اکثریت راضی بودن به هم پیشنهاد می‌کنیم که ببینون رو بشنوید دومی که فکر کنم صداهامون دیگه درست شده مشکلی نداره از اپیزود کوروش به بعد یعنی آره از اپیزود 241 دیگه خراب نمیشه خیلی روش دارم کار میکنم دیگه از اپیزود 241 به بعد 242 243 امیدواریم که همین روند ادامه پیدا بکنه و دیگه این مشکل به وجود نیاد و اینکه حالا اگر که شما از بازم من میگم از اپیزود 241 به بعد اگر که میشنوید صدا کمه هر مشکلی داره به ما مسیج بزنید بگین که روی کدوم پلتفرم و با چه وسیله دارید میشنوید که ما بتونیم اون مشکل رو پیگیری بکنیم ببینیم که میتونیم حلش بکنیم یا نه خب ببخشید ما مجبور مشکل فنی پیش اومد مجبور شدیم ما یه دقیقه ادیس بکنیم اینو و دوباره برگشتیم غذا خوردن دیگه عجب داره خوابشون داره میگیره به کجا رسیدم گفتم که بهمون به پیام بدین از طریق کدوم پادکست و کدوم پادگیر دارین گوش میدین از طریق پادکست <applause> نه از طریق کدوم پادگیر و با چه وسیله دارین گوش میدین که ما اگه بشه این مشکل رو حلش بکنیم اگر که صدا هنوز پایینه یا مشکلی هست بریم سر اپیزودمون بریم بچه‌ها خستم. آها این قسمت میخوایم در مورد همسنهای خودمون صحبت کنیم کسهایی کسایی که باور, باور دارن مدرسه اصلا برای اونا نیست و وقت تلف میشه اگر که برن مدرسه نظام آموزشی اصلا به درشون نمیخوره و اصلا فرقی هم نداره نظام آموزشی ایران باشه خارج از ایران باشه هر جا باشه اصلا به درشون نمیخوره و بعد از نظام آموزشی بیان بیرون کسایی که فکر میکنن هرچی سریعتر و وارد بازار کار بشن چون استعداد اونها در کار کردن و شغل آفرینیه درسته توی این عصری که زندگی میکنیم اکثر کسایی که توی رده سنی هستن مثلا بگیم بین 18 تا 35 به فکر حالا ایده به این فکر میکنن که بیزنس خودشون رو داشته باشن کار خودشون رو داشته باشن و این خیلی شیکه هیچ مشکلی هم نداره و به مشکلاتش میرسیم این که شما فکر کنین چه بیزنسی میخواین داشته باشین از اون مشکل نداره توی میلانیو مگزین که یه نظرسنجی انجام دادن و این نشون داده که 60 درصد همسندهای ما خودشون رو کارآفرین یا آنترپرنور میدونن 60 درصد 90 درصد اونها فکر میکنن که این یه باور ذهنی و طرز فکره یه مایندسته و نیاز به تلاش هم نداره یه سری هشتگ هم هست یکی شو بگو آن شو mindset. از میاد همون. این خیلی دردناکی که تو فکر کنی یه مثلا موفق شدن کارآفرینی فقط یه مایندست و به تنها چیزی که نیاز است اینه که تو فقط به این فکر بکنی ام. درست بعد اما واقعیت اینه که اینا همش شروره تعداد آدمایی که زیر سن سی سالگی هستن بیزینس خودشون رو دارن حداقل 60 درصد از سال 1980 افت کرده و در 100 سال گذشته به پایین ترین سطح خودش رسیده خب واقعیت اینه که میانگین سنی برای افرادی که بیزینس موفق یا استارتاپ موفق دارن حدود 40 ساله و اینم توی کافمن فاوندیشن که یه بنیاد برای تاسیس بیزینس جدید هست در واقع آمارگیری شده این هم تنها نیست که شما چل سالت شد به این فکر کنی که دیگه اوکی من برم بیزنس خودم بزنم حداقل بین 6 تا 10 سال ساقه کاری در اون حرفه هم وجود داره باید وجود داشته باشه خیلی قشنگ بودین این حتاد. خوش آمد خوش تو حالا اون اولش گفتی 60 درصد بچه های میلینی 18 تا 35 آره 18 تا 35 فکر میکنن که کارافرین هستن میدونی مشکل بیشتر از اون نظام آموزشیه که یه همچین توهمی رو توی حالا بچه های همسن ما ایجاد میکنه توی نسل ما ایجاد کرده یعنی اگه نظام آموزشی درست باشه یه یه سنگ محک درستی رو به آدم میده که تو با اون بسنجی که آقا من اگه این مثلا ویژگی رو داشته باشم به من میگن کارآفرین نه اینکه حالا من به خانوادم گفتم من کارآفرینم بشم کارآفرین یعنی خود اون نظام آموزشی هم مشکل داره ولی خب اینی هم که میگی توی 100 سال گذشته پایین ترین حدش بوده خودش نشون دهنده خیلی چیز هست دیگه حالا قطعا به نظام اقتصادی بستگی داره که کمپانیهای های بزرگ شرکت های بزرگ قشنگ دارن میبلن. دیگه, دیگه. دیگه به این راحتی ها نیست بیزنس حالا شخصی را انداختن ولی به صورت کلی مشکل آموزشی هم هست دیگه هر چی سن آدما میره بالاتر خب به مراتب تجربه آدما میره بالاتر اینکه که راحت‌تر میتونن نیاز به یک کالا یا سرویس رو ببینن درک کنن ببینن که این حالا نیاز به این کالا وجود داره وجود نداره و ببینن که چطور میشه یک کالایی که وجود داره بهترش کرد خب و همچنین به واسطه سابقه که دارن افراد زیادی رو هم میشناسن که اگر یه جایی به مشکل خوردن توی بیزنسشون بتونن ازشون کمک بگیرن یا شرایط مختلف رو دیدن اگر هم یه کمپانی هست که داره سود ایجاد میکنه دو برابر احتمالش وجود داره که شخصی که در رأسش وجود داره 55 و و سال به بالا داره خب تجربه خیلی مهمه نسبت به افرادی که 20 تا 34 سال دارن حالا در مورد تجربه یکم صحبت کردیم ولی دلیل داره که افراد مسنتر خیلی موفق تر هستن توی راه اندازی یک کسب و کار یا یک بیزنس که دلیل اصلی اون اینه که خیلی آماده تر هستن برای ریسکایی که ممکنه شروع کردن یه نو بیزنس در واقع داشته باشه آب دیده ترن راحت در واقع باش کنار میان زود نمی ترسن از یه چیزی اگر که اتفاقی بیفته میرن براش راحل پیدا میکنن تا کلا بی هم بگن خب این بیز این ایده ای منم که دیگه کار نکرد یه آماری هست که میگه نه تا از هر ده تا ستارتاپ به شکست میخوره آه. اه برای همین اون تجربه اونها بهشون کمک میکنه که از کنار مسائل مختلف بتونن عبور کنن خیلی بهتر از اون جوانهایی که حالا تو رده های سنی پایین تر هستن داشتم یه چیزی میخوندم نوشته بود که سه تا دلیل اصلی وجود داره که کمپانی ها شکست میخورن اولیش اینه که اولین دلیل اصلی که ربطی هم به سن و اینا اصلا نداره میتونی 20 سالت باشه 30 سالت باشه 60 سالت باشه هر سنی باشی میتونی اشتباه بکنی که به فکر کوتاه مدت خودشون نیستن اینجور بیزنس ها میان ایده های بلند مدت در میارن که ما 10 سال دیگه میخوایم توی مثلا ده میلیون دلار سود داشته باشیم ولی نمیگه مثلا من ده ماه دیگه حقوق کارمندامو چه جوری بدم <applause> یعنی ایده ها وقتی که میان برای خودشون در واقع پلان میچینن میان برای خودشون برنامه ریزی میکنن اصلا به فکر برنامه کوتاه مدتشون نیستن فقط دارن برنامه های بلند مدت میچینن و اصلا فکر نمیکنن که آقا من فردا رو چجوری بگذرونم یعنی میگن که آره ما ده سال دیگه صد درصد موفقیم و به همچین پروداکت نیاز میشه ولی نمیگن که اینجا تا ده سال دیگه رو چجوری باید طی بکنیم احتمالا مشکلی که پیش اینه که چون شرایط بلند مدت آدم دقیق نمیدونه امکان سنجش سخته یعنی فیزیبلیت استادی که باید انجام بشه سخته چون به روشنی آدم نمیتونه درک کنه توی ده سال آینده چه جوری مثلا شرایط قرار پیش بره کوتاه مدتش رو هم که به تو اصلا فکرش رو نکرده به حساب اینکه تو آینده مثلا یه فروش وحشتناکی قرار بکنه یا مثلا این محصول خیلی قراره محبوبیت پیدا کنه در صورتی که مدت تو باید بتونی سپری کنی تا به بلا مدت بره حتی میگفتش که وقتی دارید نگاه میکنی تو ببین فردا تو میتونی بگذرونی یعنی فردا مثلا حقوق کارمندتو که میاد سر کار داری بدی آخر ماه یا نداری بدی میگفت ایده های بلا مدت آدم هیچ اهمیتی ندارن اگر کوتاه مدت رو نتونی دووم بیاری شکست میخوری و به درد نمیخوره کارات دومیش اینه که آدما فرق بین نوآوری و کارآفرینی رو نمیدونن میگفت فرق بین اینوویشن و آنترپرنورشیپ رو آدما نمیدونن نوآوری وقتی است که شما از تخیل خودتون استفاده میکنین یه کالا یا یه سرویس رو به واقعیت تبدیل میکنید یه چیزی که فکر میکنی نیاز هست تخیلش رو داری میای میکنیش واقعا یه کالا یا سرویس کاری <applause> که حالا استیو جابز کرد یا کاری که ایلان ماست کرد قبلش حالا ماشین برقی بود ولی با این کیفیتی که ایلان ماست تولید کرد نبود مثلا باتریشون دوام نمی آورد سرعت بالایی نداشتن یا حالا قبلش مثلا گوشی موبایل بود ولی استیو جاز مثلا آیفون رو معرفی کرد که خب کیفیت خیلی بالاتری داشت شما دارید چرت میزنید دیگه یعنی من احساس کم انرژیمون به مراتب میری من کجا که معرفی کردن اون من از کجا میفهم انرژی اون داره میاد این خطای صدامون دیگه شده بود اینقدر یه چوزه میواد بالا تنفسی مال این بچه‌ها که دیگه خط صاف شده اصلا ناراحت من میبینمش بچه ها بدنشو به هوای کسی عادت آره آره من قشنگ بدنم رو اومده من حس تهران رو دارم نفس کم آدم بکشه کمتر میکشه اکسیژن کمتر میکشه تو صحبت نکن چرا تو بده داشته گفتم فرق نوآوری و کارفرینه نمیدونن نوآوری که شما می از قدرت تخیل استفاده میکنی یه سرویس یا یه کالا رو به واقعیت تبدیل میکنی کارآفرینی میای کالاهای یا سرویس های حال حاضر رو میان بهتر میکنن و ازشون پول میسازن یعنی کارفین ها نیاز به ایده پردازی خیلی عجیب ندارن چیزی که باید بهش فکر بکنم ببینن که این ایده که وجود داره من چجوری بیام پول بکنم مثال میزنم مثلا یه سرویس هست مثل اینستاگرام مثل فیسبوک مثل واتساپ که به خودی خود پول در نمیاره اگر که تو بری روش حالا کمپانی رو بری یه پیج برای کمپانی درست بکنی اون کسی که آنترپرنوره میاد فکر میگه کارآفرینه میاد فکر میکنه ببینه که چجوری میتونه از این سرویس به نفع خودش پول در بیاره بیاد چجوری کالاهای خودش رو بیاد اینجا مارکت بکنه بیاد چجوری در مورد حالا کالاهای یا سرویسی که داره ارائه میده صحبت بکنه که مردم بیان و از اون از اون در واقع سرویس استفاده بکنن یا از اون کالا خریداری بکنن که حالا میتونه تبلیغات باشه میتونه حالا فروختن دیتای کاربرا باشه حالا هر چیزی که هست بالا بردن حالا زمانی که کاربرها روی اون وبسایت مصرف میکنن باشه یا ترکیبی از همه اینا فرقی هم نمیکنه کار آنترپرنور یه چیز دیگه است ما اکثریت کسایی که حالا اطراف ما هستن شاید یه جورایی اینوویترن شاید دارن ایده پردازی میکنن برای آینده که مثلا یه سرویس جدید ارائه بدن اینا اسمشون مستن. کارآفرین نیست نه میگم شاید من میگم شاید ارفاق داری میکنی برای. آره یا, یا یه تونه اصطلاح میزد توی مقاله که داشتم میخونم میگفت انترو این بیتوینرن هنوز پیدا نکردن کار خودشون رو دارن یه کاری آندستاید انجام میدن یه شغل مثلا بخورنمیری نمیری هم دارن برای همین اسم خودشون رو نمیتونن بذارن کارآفرین. دلیل سومش هم اینه که کارافرین ها تنوع کاری ندارن اگر طرف یه میلیون توان پول داره که بذاره توی کارهای مختلف اون پول رو میاد یک جا هزینه میکنه برای یک کمپانی در صورتی که باید اونو مثلا بین 10 تا کمپانی تقسیم بکنه قبلا هم گفتیم دیگه از هر 10 تا کمپانی نه تا شکست هم. میخوره کمپانیهای های نوپا معمولا به جای نمیرسن و از رده خارج میشن برای همین اگر آدم ها پولشون رو حالا سرمایهشون رو پخش کنن توی سرویس های مختلف توی در واقع کمپانی های مختلف درصد موفقیتشون میره بالاتر یکی از اصطلاح انگلیسی شو بگی فردا نه نه بگو چیزی میخواستی بگی نه والا نه تو خورقات تو صمد پس اره چی؟ Don't don't put all your eggs in one basket. آها تو دیگه فقط انگلیسی صحبت میکنی حالا بریم سر حرفای خودمون خب. از اینجا آه. این روزا لینکدین که بری سر بزنی اره و اورو شمسی کوره همه زیر پروفایل خودشون زدن آنترپرنور و بهت قول میدم 80 درصد اونا مجبورن تو گوگل سرچ کنن ببینن این کلمه رو چجوری باید بنویسن باور من که خودم هم امروز داشتم در موردش مینوشتم اشتباه اسپل کردم سخت من خود من خب برای همین یه سری آدم ها هستن که بهت قول میدم فقط یه زیو شنیدن معنی اصلیش هم نمیدونن و فقط فکر میکنن برای اینکه دارن یه جایی تلاش میکنن حالا روی چیزی فکر میکنن یا مثلا روزی یک ساعت وقت میذارن برای چیزی فکر میکنن که دارن کارآفرینی میکنن بگم آره <تصفح> من اولین بار که با این لغت آشنا شدم اینجا بعد یعنی اواخر دوران تحصیلم تو کانادا میدونی بعد شما میتونی از طرق مختلف حالا برای پی آر شدن یعنی پرمننت رزیدنت شدن گرین کارت آره اه اه گلود. آره میتونی برای اونها اپلای کنی خب یکی از هایی که داشت همین آنترپرنور بود آره entrepreneur آنترپرنورشیپ آره. خب من اونجا با این مفهوم آشنا شدم و خب حالا مثلا میری میخونی معنی مشخصی داره یعنی اینکه شما مثلا چون یه ایده ای داری یک بیزنسی رو میتونی راه بندازی مثلا تعداد مشخصی آدم رو شما میتونید در واقع استخدام. آره استخدام کنی حقوق بدی تعریف خیلی مشخص و خیلی شیکی داره من خوندم داره. او مثلا چقدر مفهوم جالبیه و چقدر خوب که مثلا کانادا یه همچین برنامه ای داره که این مدل آدمای حالا قابل رو در واقع بهشون شرایطی رو میده که بتونن حالا اقامت دائم داشته باشن این اولین بار بود که من با این مفهوم آشنا شدم و خیلی شیکم بود به نظر من. بعد جلوتر که رفتیم حالا توی اینستاگرام و اینا دقیقا همین سوشال مدیا حالا لینکدین من خیلی ش... به این کلمه برخوردم هی şey, دیدم که آدما از این استفاده میکنن هشتگ شده şeyi. بعد دیگه من شک کردم به خودم که اونی که خونی درست بوده که نه من پس معنی این لغت رو احتمالا نمیدونم که چرا خب همه دارن به خودشون این لفظ رو میگن یا مثلا چه میدونم مثلا شما یه کلیپ تبلیغاتی میسازی یه چ... یا یه مثلا عکسی داری که دم پنجره داری مثلا یه کتاب رو میخونی چرا زیرش باید یه همچین هشتگی باشه من واقعا به خودم کردم که اطلاع من معنی لغتر رو نمیدونم بعد دوباره کردم که دیدم نه واقعا همینه من رفتم معنیه دیکشنری باره. تو دیکشنری میگه کسیه که یک, یک یا چند تا بیزینس رو سازماندهی کنه همجور که ایمان گفت و ریسک مالی قابل توجهی و برای این کار مثلا متحمل بشه خب یعنی اینجوری نیستش که من اگه هفته ده تا پست میذارم من یه هم مثلا کارآفرین بشم نه اینجوری نیست تعریف مشخصی داره شما یه سری در واقع اه اه نیازمندی ها رو باید در واقع ارضا کرده باشی بطرفت. که به شما بگن کارآفرین شما اگر هزینه زندگی تو شخص دیگه ای پرداخت میکنه تأمین میکنه کارفرین نیستی خب اگر شغل فول تایم جای دیگه داری تمام وقت جای دیگه داری کار میکنی کارفرین نیستی اگر که اون وسط مثلا فوق فوقش روزی پنج ساعت روزی شیش ساعت هم میای روی ایده خودت کار میکنی بازم کارآفرین نیستی شما فوقش یه کار تفننی داری که داری در کنارش انجام میدی و اینو نباید اشتباه گرفت با کلمه انترپرنورشیپ و هم آدما نمیتونن خودشون به خودشون بگن کارآفرین اونو مارکت اون بازاری که به شما میتونه این لقب رو بده مثل این من بیام به خودم بگم مثلا تو پروفایلم بزنم من یک بیلیونر هستم خب هر کی رد میشه یه شیشکی بر ما میکشه دیگه بالا سمت راستو بزن <تصف> آقا این شیشکی نیست این حالش بد بود <تصفيق> 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 هر چیز بکنه یه شیشکی بر ما میکشه دیگه خب شما که نمیتونی بری اونجا بزنی زیر پروفایل خود بگی خودت به خود بگی آنترپرنور وقتی که یه سری آدم موفقی باشی یه چهار تا کار درست انجام داده باشی اون مارکت اون بازار اون اشخاصی که تو اون بازار هستن میتونن این لقبو به تو بدن ولی خودت به شخصه نمیتونی این کارو بکنی اون اون قسمتی گفتی کسی دیگه هزینه زندگی تو بده زندگی کردن پیش پدر مادرم حساب میشه دیگه آره یعنی که تو خونه زندگی کنی که یعنی از زندگی ببین یعنی. حالا توی فرهنگ ما خیلی زیاد هست که ما پیش پدر مادرمون زندگی میکنیم یعنی این حالا توی فرهنگ های خارجی نمیدونم این پادکست چیزو فایرانکی رو گوش دادی یا نه یارو داشت در مورد بچهش میگفت میگفتش که پسر من یه مهمون آورده بودن میگفتش که پسر من موقعی که 19 سال شد اومد به من گفتش که من میخوام آنترپرنور بشم و میخوام از دانشگاه بیام بیرون باشم بهش گفته تو پس دو هفته وقت داری که از خونه بری بیرون میگفتش که وقتی که نمیخوای درس بخونی و دیگه نیازی به من نداری و اینقدر فکر میکنی که آدم شدی که میخوای بری آنترپرنور بشی دیگه نیازی به اون نداره دیگه برو خونه خودت بگی پدر پوری داشت بعد میگفتش که آره من اینطوری نیست که من بچه‌مو خیلی دوست دارم عاشق بچه‌م هستم جون هم, هم براش میدم حتی وسطاش در مورد دخترش صحبت میکرد گفت من دخترم یه مدت اعتیاد داشت و فلان اینو شروع کرد گریه کردن یعنی اینطوری نبود که یارو سنگ دل باشه بگه اصلا برا مهم نیست بچه ولی میگفتش که وقتی طرف فکر میکنه انقدر بزرگ شده که میخواد تصمیم بزرگ تو زندگیش بگیره من دیگه نمیتونم اونجا وایسم جلوش بگم که نه حالا بیا منم زیر پر و بالتو میگیرم یه پول تو جیبم بهت میدم گفتش که یا میری درس تو میخونی که مثلا حالا روش معمولیه که تمام جامعه دارن این کار رو انجام میدن یا این اینکه واقعا فکر میکنی تو انقدر آدم بزرگی شدی دیگه نمیتونی پیش ما زندگی کنی یا باید هزینه حالا مرگج رو بدی که من گفت من اونم نمیخواستم اگر که قرار مستقل بشه بره خونه خودش که بتونه یه سری چیزها رو یاد بگیره یاد بگیره چه جوری خونه اجاره میکنن یاد بگیره چه جوری یه خونه میان بیرون یه سری در واقع اسکیلا هست مهارت مهارت هست که مهارت اجتماعی است که فقط موقعی یاد میگیری که بری بری تو آره مستقل زندگی بکنی ولی خب ما چقدر آدم میشناسیم که طرف داره خونه من نمیگم خونه پدرم زندگی کردم بعدا اصلا اینطوری نیست من اینجا خونه که دارم زندگی میکنم خونه پدرم مادرم اه... نمیدونم چجوری بگم به کسی بر نخوره میخوام خیلی نه, نه بگم. اولا حالا این چیزی که ما میگیم بیشتر مربوط به خارج از کشوره تو ایران واقعا شرایطش نیست اصلا وجود نداره من خودم ایران بودم ا... حالا در زمان دانشجویی کارم میکنم اصلا یه جوری اعداد ارقام یه مدلی بود که امکان نداشتش که تو بتونی بری الان که بدتر شده الان که دیگه افتضاح خیلی افتضاح تر از زمانی که من بودم پنج سال پیش حالا هم همون موقعش اعداد هم ارقام طوری نبود که تو بتونی بری مستقل زندگی کنی ولی برعکسش اینجا اینجا طوری هستش که تو حداقل میتونی بریم مثلا یه اتاق خواب اه. برای خودت داشته باشی و اونجا مستقر زندگی خونه ای مثلا آنچنانی نه اه. ولی خب زمان دانشجویی میتونی با حالا کاری که انجام میدی یه اتاق با بگیری چیزی که ایمان داره میگه این در واقع این الگو و ملاکی که حالا مطالبی که ایمان در آورده دارن ارائه میدن این بیشتر مربوط به خالج از ایرانه که اینجا خب حالا از 18 سال به بعد تو راحت میتونی بری راحت کن اگه کار بکنی میتونی بری توی خونه خودت حالا حتی اگه یه اتاق باشه این هره. ملاک بیشتر مربوط به این ور حالا اینطوری بگم اگر که شما داری کاری انجام میدی کالایی میفروشی سرویسی ارائه میدی و واقعا نیاز اصلی جامعه باشه که بهش نیاز داشته باشن اصلا نمیتونی کار تمام وقت دیگه داشته باشی اصلا نمیتونی سرتو بخارونی اگر که واقعا به یه سرویزی که دارید شما ارائه میدید نیاز باشه پس پس اینم به عنوان یه نشونه بهش نگاه بکنیم اگر که میبینیم داریم یه کاری انجام میدیم و چون زیادم حالا نگرفته و زیادم کسی بهش اهمیت نمیده برای اینکه شاید واقعا اون ایده خوب نیست هم که اگر که بود شما نیاز نبود یه کار تمام وقت داشته باشی اینو در کنارش انجام بدی این هم بعد در نظر گرفت که این روزا اینترنت همه چی رو ساده کرده شما میتونید در عرض 24 ساعت یه وبسایت بزنی توییتر اینستاگرام درست کنی برای اون کار مورد نظرت و بعدم یه نفر توی یه قاره دیگه مثلا یه سرویس رو بهش ارائه بدی یا مثلا کالا رو بهش بفروشی این یکی از حالا مشکلات واقعا همینه یعنی آدمایی که فکر میکنن آنترپرنورن یا کارآفرینن به خاطر فقط به دلیل اینکه الان میتونی روی ای بی بری یا روی آمازون یا روی سی بری مثلا یه سری چیز بفروشی آدما فکر میکنن که دیگه چه خبره من دیگه از الان دیگه بازار دستم و مثلا روزی دو تا آیفون هم میتونم بفروشم و روش 20 دلار مثلا دونه ای سود بکنم ای اینایی که میگی خب خیلی بحثش داغه دیگه یعنی هم توی اینترنت تو فیسبوک و یوتیوب و اینا تبلیغاش میاد کسایی که آکادمی دارن یاد میدن به بقیه که چه شکلی این کار رو انجام ده این خرید رو بکنید و یه حرفی کار رو همیشه میزنه میگه ما ما بیشتر داستان موفقیت ها رو میشنیم داره. تا اونایی که فیل میشن و ناموفق میان بیرون و متاسفانه یادم نیست که این ازش چقدر بود ولی خیلی هایی که وارد این داستان اف بی ای آمازون میشن و حالا اسم دیگه داره واسه ای بی اینه که محصولتو میخری میذاری آمازون واسه میفروشه نه اینا هست که ما آواز رو میخوارم ابریویشن شده چی علی بابای چین چی تو آمازون میفروشن میفروشن آره میگن به خودشون میگن آره ولی خیلی هستن که همین کارم میکنن ولی عجیب غریب شکست میخورن بله. رای به جای پیدا میکنن این همین گریویه که شما نگاه میکنید اینا این داشتم یه بعضی موقع آدم ها به میزنن جواب مردم میده و مثلا بهشون مشاوره میده یه بگم. اینا واقعی هن. این آره. زنگایی که میزنن حالا آره. در ادامه میگم که توی ایران زنگ... باستان چیه آها آه اون نمیدونم ولی این زنگ زد رید به یارو گفتش که من مثلا فکر من دارم جلد موبایل میفروشم فلان و اینا موفق شدم و میخوام از کالج بیام از میخوام از دانشگاه بیام بیرون گفت چند سالته گفت فلان گفت چقدر پول در میاری گفت فلان گفتش که موبایل خیلی چیز آنستیبلی اصلا نمیشه بهش اطمینان کرد هر روز داره عوض میشه ممکنه تو الان یه واقعا یه حالا تلنتی داشته باشی یه استعداد مهارتی محارت. داشته باشی که حالا اینا رو ب... کیس ها رو بفروشی یا مثلا اکسسوری موبایل بفروشی و لوازم جانبی بفروشی ولی من جایی تو باشم میمونم توی دانشگاه همون بودن توی دانشگاه یه چیزی رو به تو اضافه میکنه عزیزی چیزی بهت کم نکنه تو اگه که گفت درس داری مثلا فیل میکنی داری مردود میشوی اینا گفتش که ندارم پاس میکنم نمره هم خوبه گفت اگر که میخوای واقعا به نظر من درساتو بیار پایین تر نمره های خوب نگیر نمره های معمولی بگیر بیشتر وقتو بذار اون ور ولی این دوتا رو همزمان با هم دیگه ببر جلو ببین سه سال دیگه همین فکر رو میکردی که اگر که من از دانشگاه میوادم بیرون بهتر بود یا نه پسر شروع کرد یه سری دلیل و بهونه آوردن گفت نه نه ببین داری الان به صورت حالا ایموشنال داری به صورت احساسی تصمیم میگیری به نظر من برو بشین روش فکر بکن و این حرفی که داری میزنی کاملا اشتباهه یارو پیچید گوشش کنار گفتش که حالا دار اوکی داری تو حرفم مثلا داشت ماهی دو سه هزار دلار هم در می آورد از کاری که داشت میکرد حالا طبق گفته هایی که داشت ها نمیدونم واقعا این خرج در رفتش سودش بوده هر چیزی بوده شاید دو سه هزار دلار مثلا پول بدی نباشه برای یه نفر که تازه اوایل مثلا جوونیشه ولی بهش میگفتش که هیچ وقت شما ریسک کاری که دارید میکنید رو در نظر نمیگیرید شاید این کاری که داری میکنی سرویسی که الان داری میدی تا یک ماه سه ماه شش ماه مثلا پنج سال دیگه جواب بده ولی بعد از پنج سال واقعا تو اونقدر استعداد داری که بتونی این رو عوض بکنی یا نه پایدار بمونه یا نه آره حالا تو ادامه حرف ایمان من یه ذره حس میکنم اینجا خب خیلی بحثش داغه خیلی ها آره تشویق میکنن مثلا شما اگه یه ایده ای دارید برید مثلا این لفظم به کار که بیزنس خودتون رو بندازید و اصلا دانشگاه هم چون گرونه آره دانشگاه چون هزینه زیادی رو میذاره میگه به جای اینکه مثلا 4 پنج سال برید دانشگاه بعد یا مثلا پولم به دولت بده کار باشی مثلا دانشگاه نرو و برو وارد بازارش و کارت رو انجام بده یه مقدار من هست که این تشویق تشویق که میشه یعنی جامعه این شرایط رو به، برای شما به وجود میاره که فکر کنی این راه درسته از اون بر دیدن مثال های موفق چیزی که فرهاد گفت فقط ما چون چهار تا مثال موفق رو دیدیم فکر میکنیم که خب پس این اتفاق شدنی در صورت که اینا همه نسبته اگه نز... تقسیم کنیم تعداد مثال های موفق و به ناموفق عدد به صفر داره میل میکنه تو بهترین حالتش عدد ایمانی که یک به نه و این فکر که راه چند ساله رو شما میتونید مثلا یک شبه برید اگه بیزنستون بگیره تو یک سال فلان اتفاقا میفته و حالا دیدن اون مثالهایی که ستیف جابز مثلا دانشگاه رو کویت کرده مثلا جاپ نمیدونم مارک زاکربرگ جاپ نمیدونم بیل گیتز اولا که اینا رو ما یه بار صحبتش اینا هارواردن اینا دانشگاه خیلی تاپ بودن همشون خفن بودن و از اونجا جاپ جا آوت کردم ولی اصلا تو شما بگید از یه دانشگاه معمولی باز هم اینا مثال های اینا یک در مثلا یک میلیون هن. ما مثال های ناموفق رو نمیبینیم این تا دیگه جوابات داریم که ممکنه مجبور باشه کار خیلی معمولی سطح پایین انجام بده و هیچ وقت موفق نشده باشه و همین دیگه این ایده که راه چند ساله رو مثلا یک شب رفتن در صورتی که این حالتی که ایمان میگه شما طبق اعداد ارقامی هم که گفت آدمایی که مثلا بیزنس موفق دارند معمولا سنشون بالاتره و بالا مثلا پنجا پنج. توی محیط دانشگاه بودن شما فرض کنید حتی الان یه ایده هم دارید نسبت نیمه موفق باشه ولی اگه ادامه بدید توی محیط دانشگاه بمونید توی اون محیط شما رشد میکنید خب ده. اینو من به کسایی دارم میگم که اگه مثلا توی محیط دانشگاهی هستید و دارید میبینید دوستای دور که دانشگاه نیومدن از شما پول بیشتری دارن درمیارن اگه یک درصد پیش خودتون دارید چک میکنید که شاید کاری که میکنید اشتباه باشه اگه نمیرفتید اوضا بهتر میشد من سم رو بهتون بگم که دانشگاه هیچ کاری که برای شما انجام نده یعنی هیچ کدوم از درسایی که خوندینم یادتون نمونه یه کار رو انجام میده به شما دید میده به شما نوع نگاه کردن رو یاد میده مثلا اگه شما رشته پزشکی دارید میخونید نوع نگاه پزشکی رو به شما آموزش میده اگه مهندسی داری میخونی نوع نگاه مهندسی رو یاد میگیری و تو زندگیت به کار میبندی اگه رشته هنره نوع نگاهه و به علاوه این نوع نگاهی که شما یاد میگیرید یه سری لینک و اینا میزنید که بعدا به کارتون میاد چهار نفر رو اونجا میشناسید که پس و ببینیشون به کارتون میاد من تو ایران هم دانشگاهیام بودن تی.ی.ه محمود الان اینجا همکار منه خب این اتفاق جالبیه دیگه من چون توی اون محیط بودم مثلا اینجا این آدم رو میشناسم بگو فراد حرفت من من اگه بخوام مثلا یه نظر مقابل نظر تو بدم چون من خودم حالا رفتم این راهو و مقدار زیادی هم بودی نه دانشگاه رفتم <تصفح> آره بیشترم <بیگرم>. <تصفح> نمیدونستی اینو در بین <تصفح> <تصفح> تو آره این راه رو رفتم و حالا عدد زیادی مار <خودومار>؟ مار, مار, <کور> <مار> <خودومار> عدد زیادی هم مثلا وام گرفتم از دولت اینا من اگه بخوام به این قضیه فکر کنم میگم خب مطمئنا دانشگاه رفتنه و این عدد بزرگ بدهی بالا آوردنه تنها راه این نبوده که به من دیده مثلا باز بده یا مثلا به من نوع مثلا درست فکر کردن یاد بده همونطور که مثلا میگیم که دانشگاه مهمه یا مثلا کلاس رفتن مهمه کار گروهی کردن مهمه چیز آره تو میتونی حالا میگم ها من خودم زیاد موافقه این حرفه نیستم ولی میتونی که با کار کردن حالا تو محیط های مختلف و اینکه اگه خودت پی این باشی که واقعا مثلا رو خودت کار بکنی و اون پرسونال گروث رو داشته باشی رشد شخصیتی داشته باشی مثلا کتاب بخونی ریسورس های مختلف هست. یعنی من زیاد موافقی نیستم که یه آدم مثلا به خودش دلداری بده که اوکی من این هر پول دارم میدم که کم ای کم به هم این دیده اضافه بشه مثلا به این طرز فکر به هم اضافه بشه ولی خب حالا من ای که این مسیر رو رفتم اینا حداقل این تنها چیزی که مثلا میتونه منو التیام ببخشه که اوکی من این از پسش واسه اومد بیرون که واقعا بوده یعنی من حرف تو میفهمم ولی واسه منی ای که با این خرجه واسم تهش در اومده و این هزینه رو کردم سخته که بقبولونم مثلا این همه هزار دلار من باید میدادم که حالا مثلا تهش این بشه ببین یزی من بگم فرق داره بین کسی که واقعا میخواد داره کار یاد بگیره یا کسی که میخواد فقط نشون بده که داره کار یاد میگیره یعنی افراد که حالا اکثر کسایی که ما میبینیم شاید واقعا اینطوری که دارن نشون میدن که آدمای مثلا موفقی محفق هستن یا دارن چیز یاد میگیرن یا طرفداری کتاب میخونه بهت قول میدم نصف اون کسایی که با کتاب عکس میذارن نصف کتابا رو نخوندن اوه اصلا کسی که کتاب بخونه که نمیاد ازش عکس بذاره کسی که کتاب بخونه کتابش میخونه جایی هم نیازی نداره بگه شما اگه وقت دارید که ویدیو تبلیغاتی بگیرید وقت دارید که از کتاب خوندن تو فیلم بگیرید یعنی یه جای کار مشکل اون وقت شما میتونید روی کار مفید بذاری به جای اون کار که نمایش صرفا حالا من اینم بگم و من اینجا اصلا نمیخوام به کسایی که دارن زحمت میکشن توهین بکنم کسایی که دارن وقت میذارن کسایی که دارن سعی میکنن چیزی یاد بگیرن کسایی که حتی یک ساعت در روز وقت میذارن روی یه کار دیگه که در آینده شاید موفق بشن من فقط میخوام بگم این اسمش آنترپرنورشیپ نیست یعنی از این اسمه الکی استفاده نکنیم این اسمش چیز دیگه است گفتم یا مثلا اینوویتره یا شما داری سعی میکنی یه ایده جدید بزنی یا داری بین دو تا مثلا فیز فاز حالا زندگیتون هستین یا بین مثلا توی خونه پدرمادرتون هستید دارید سعی میکنید ازش برید بیرون یا مثلا توی شغل فول تایم هستین تمام وقت هستین میخواین ترانزیشن بکنید میخواین برین به سمت کار خودشون کار خودتون ولی این که ما بیایم به خودمون بگیم انترپرنورشی به نظر من فقط استاتوس ما رو میاره پایین یعنی فقط ماها رو یه جورایی سبک میکنه که من خودم به خودم دارم یه لقب میدم که من مثلا کارآفرینم دیگه هم لقب بدی هم مثلا نیاز باشه که یه چیزی رو نشون بدید اون نیستی من فقط یه طرف دیگه هم بزنم خب حالا هر کدوم از ماها بنا به تجربه که داشتیم صحبت کردیم به جز فرضات که کلا مثلا سومون مثلا ما آره فرهاد از این گفت که حالا دانشگاه خونده ولی اگه برگرد عقب شاید یه رشته دیگه‌ای بخونه درسته. درسته. ایمان فقط, فقط تو اینجا من حرفم اینه که نه من به نظرم دانشگاه رفتن خیلی مهمه من خودم رو عوض کرد دانشگاه رفتن یعنی من خودم طرز فکرم خیلی متفاوت بود قبل از دانشگاه و بعد از دانشگاه هزینه شد 100 درصد قبول دارم من خودم الان اونجا هستم خیلی مشکلات داره به وجود میاره هزینه ولی حداقل برای من من خودم میشستم من آدمی نیستم که برم بشینم کتاب بخونم درس و غیر از اینکه زور بالا سرم باشه دقیقا. زیاد منم منم و احساس میکنم که اکثر کسایی که این این دوران کرونا به نظر من نشونه خوبی بود کسایی که خیلی از کسایی که نمره های خیلی خوبی داشتن دارن میگن که ما نمیتونیم توی خونه بدون که زور بالا سرمون باشه درس مم. بخونیم حالا من شخصا اینطوری هم شاید یکی ویژگی های مختلف داشته باشه بعضیا توی تنهایی و توی در واقع خفای خودشون بهتر درس میخونن و شاید اون به نفعشون باشه ولی برای من و اکثر کسایی که من میشناسم اون رفتن به دانشگاه اون معاشرت کردن با افراد مختلف و اون حالا دیدن پسی بلندی ها و حالا کارهایی که باید انجام بدی منو شخصا عوض کرد آره ایمانم به عنوان کسی که حالا دانشگاه روش تاثیر مثبتی داشته کاری که داره میکنه مرتبط منم حالا نقطه نظر منم این بود که من حالا دانشگاه رشته رو خوندم کاری که دارم میکنم منطبق با همون رشته است ولی اینا بگم من وارد دانشگاه شما من این رشته دوست نداشتم چند سال طول کشید ولی آل. انجام شد حرف آخرم اینه کاش ما تو جمعمون فرزادم شرایط مشابه داره دانشگاه رفته کاری که داره میکنه مرتبط کاش تو جمع ما یه نفر بود که دانشگاه نرفته بود و داشت کار میکرد که حرف من مصداق بهتری پیدا میکرد حرفی که من میخوام بزنم اینه که هر مسیری که میرید اگه مسیرتون شبیه مسیر یکی از ما چهار یا کاملا متفاوته اگه به کاری که دارید باور با دارید و تلاش صادقانه داره انجام میشه به نظر من اگه فاکتور تداوم توی قضیه باشه مثل اون اپیزود هوشنگی که رفتیم این نتیجه مثبت خواهد داشت مستقل از اینکه هر چیزی باشه درست و غلطی وجود نداره ایمان من فرهاد فرزاد هیچ کدومو نمیتونیم بگیم که چی درسته چی غلطه اصلا در جایگاهش نیستیم هیچ کسی تو دنیا نمیتونه این کارو بکنه ولی مادامی که شما خودتون به اون مسیر باور دارید و اون رو با تمام وجود دارید انجام میدید من مطمئنم که نتیجه مثبت حاصل میشه حالا امروز فردا نه ممکنه زمانش مشخص باشه ولی قطعا این اتفاق یک روزی خواهد افتاد ولی اگه یه جایی از کارمون مشکل داره ما میدونیم داریم یه نمایشی رو داریم میدیم مثلا نمایش کار کردن نمایش موفق بودن نمایش باسواد بودن این نمایشه یه جای کارش مشکل داره این واقعی نیست این به از واقعیت و یه روزی یه جایی بالاخره کار ما میلنگه و بعضی موقع این حالا مشکل چیه بعضی موقع مشکلش اینه که نمیتونیم تشخیص بدیم که بعضیا دارن فیلم بازی میکنن یا نه یعنی بعضی موقع نمیشه فهمید که طرف واقعا داره نمایش میده یا واقعا آدم موفقیه ولی اون کسی که بیشتر یعنی حالا میگم خیلی دوست دارم کلماتی به کار ببرم که کسی ناراحت نشه ولی اگر که ما مثلا کاری که داریم انجام میدیم بیشتر وقت میذاریم روی نمایش کاری که داریم انجام میدیم تا واقعا اون کاره اگر من روزی پنجاه تا رو پست میذارم در مورد اینکه چقدر خودم موفقم استوری میذارم که من چقدر آدم پولداریم و چقدر کارهای مختلف انجام دادم قاعدتا وقت همونقدر روی کار خودم نذاشتم و دوباره برمیگردم سر همون مثالی که زدم اگر ما واقعا داریم سرویسی ارائه میدیم که انقدر که مهمه که آدم ها نیازش دارن اصلا وقت سرخوروندن نداریم چه برسه که من بخوام یه کار تمام وقت یه دیگه داشته باشم اینستاگرامم رو مثلا روزی دو بار پست بذارم جواب مردم رو بدم و نشون بدم که چقدر موفقم یعنی هر چیزی آدم هر چی که آدما موفق تر میشن فکر کنم کوروش هم همینو گفت گفتش که هر چیزی که آدما سنشون میره بالاتر اون شوافه اون حالا چه میدونم موهای عجیب غریب و چه میدونم راجع بندشون داش قبل اینکه شروع کنه اون تمام ظاهر رو داشت چیزا ازش پرسیدم چقدر مون گفتش که هر چقدر که بیشتر مثلا گیتار زدن یا حالا موسیقی یاد گرفت اون ظاهر قضیه کمتر شد چون آره. فهمید به این چیزا نیست دیگه اون نمودار دانین کروگر ما زیاد صحبتش کردیم که رابطه سواد آدما با اعتماد به نفسشونه وقتی سواد ما کمه ما یه اعتماد به نفس خیلی بیخودی داریم اگه ما یکی رو خودمون اینجوریم یا به یکی برمیخوریم که خیلی مغروره و فکر میکنه همه چیز رو میدونه صد درصد چیزی رو نمیدونه و هرچی بیشتر ما شروع میکنیم بدونستن اعتماد بحثه میاد پایین تر چون یه گستره به روی شما باز میشه میدونیم آقا چقدر زمینه مختلف هست که اصلا ما نمیدونیم و نمیتونیم بفهمیم الان خیلی زمان لازمه تلاش لازمه و حالا هرچی بیشتر میفهمه این اعتماد بحثه کمتر کمتر میشه تا یه حد مینیمومی داره از اونجا به بعد که شروع میکنی بیشتر فهمیدن یواش یواش شروع میکنه اعتماد بالا رفتن شما اونجا انسان افتاده ای هستی اینجوری نیستش که برید گردن کشی کنی یاقی باشی خارجی میگن کاکی باشی مثلا خیلی مغرور باشی به خوده. اگر این اتفاق داره میفته از ما سر میزنه توی الفاظمون توی حالا روابطی که داریم یعنی نمیدونیم حالا من بازم میخوام این رو بگم که اگر که شما دارید تلاش میکنید دارید کاری انجام میدید دارید ایده پردازی میکنید یا واقعا دارین کارآفرینی میکنید من میخوام بگم که دلسرد نشین کارتون رو ادامه بدید ولی بیشتر وقتتون رو بذارید روی کاری که دارید انجام میدین من میدونم که بعضی موقع نیاز هست که آدما مارکت بکنن خودشون و آدمو نشون بدن کاری کالایی که داره تولید میشه که اگه نشون دادن هیچ کس دا نمیدونه ولی وقتی میبینید که بیشتر دارید وقت میذارید روی مارکت کردن تا روی خود اون ایده شاید بهتری که برگردیم یه تجزیه نظری بکنیم یه نگاه دیگه‌ای به رفتارمون داشته باشیم من در مورد کسایی صحبت بکنم که دارن از این کلمه کارآفرین یا انترپرنورشپ یا انترپرنور دارن سو استفاده میکنن یه جورایی فقط به واسطه اینکه چه میدونم یه کار بی معنی دارن انجام میدن کلمه دارن هم هست دیگه آره میگم وقتی املاش سخته دارن پرکونی دیگه تو فکر خیلی رابطه قشنگ من در. واقعا خب تو دانشگاه که باشی توی حالا بیزنس سکول اینا بری تو چی؟ تو بزنس <applause> بعد این کلمه استفاده میشه یعنی <applause> مثلا استادا خب جز اینه که مثلا برده کلامش آره خیلی خوبه و مثلا جز بیزنس همون دانشگاهی که مثلا اینو گفته بشه و من اینو شنیده بودم همیشه تا رسیدیم به یه مهمونی و من آقایی رو دیدم ایشون خودش رو که معرفی کرد اسم و فامیل و کار و اینا گفت من آنترپرنورم یعنی حالا مثلا من شاید دانشجو بودم و. بعد من قشنگ حالا خیلی بحث, بحث لفظ اون کلمه شد و اینا خیلی مغزم کلا پیچید هم چون فکر میکردم آنترپرنور یه اجج... نه یه اجکتیف یه صفت, مثلا اگر شما یه گل فروشی داری و کارت خیلی خوبه بقیه میگن طرف خیلی گل فروش خوبیه یارو نمیاد توی مهمونه بگه من خیلی گل فروش خوبیم این ذهنیت بود بعد این اومد گفت من آنترپنورم مثلا اصلا تو چه فیلدی آنترپنوری مثلا کلا از اونجا شد که من خودم شخصا خیلی مشکل دارم با این کلمه و شمشیر از دارم شاید خودم به کسی بگم آنترپرنور طرف ولی اینکه یکی به خودش بگه همون دیگه میگم تو تو میتونی به یکی ل... همچین لقبی رو بدی بگی طرف چه میدونم یه بیزنس داره 5 نفر رو استخدام کرده دارن یه کاری انجام میدن پول خودشون هم در میارن پول میلیونی هم در نمیارن ولی یه کاری نوآوری یه سرویسی دارن ارائه میدن ام. ولی یه نفر دیگه که میبینی وقتی ازش میپرسی شما چی کار هستی اگه گفت من آنترپرنورم یعنی تو بیکاری یا،, یا یه کاری میکنی دیگه یا مثلا به قول تو گل فروشی میگی آقا من گل فروشم یا مثلا معلمی میگی من معلمم یا داری توی کمپانی تک داری سعی میکنی روی مانیتایزیشن روی درآمدزایی کار بکنی میگی من مثلا مدیر درآمدزایی فلان شرکتم آنترپرنورم یعنی من میخوام یه کاری بکنم ولی هنوز تصمیم نگرفتم میخوام کار بکنم وبسایت و اینام داریم ولی کار وبسایت دارم بیزنس کارتم دارم نه یه وقتی همینجوری که مثلا تو حال نداشی درس بخونی خب درس نخوندی از اونور ولی خب چیزشو دوست داری اونجوری کپی اومد سیس به میگن سیس سیسشو دوست داری خب مثلا من موفقم و بالاخره یه چیز باید بگی دیگه اه. من حس میکنم ما خیلی چیز میخوایم بگی بچه <applause> <applause> آره خیلی خواه برو یه, یه, یه چیز دیگه بگم در مورد حالا کمتر باید دیست کرد برای همین ما داریم جلو خودمون آره ما چه تو منظور چیه باید کمتر دیست کرد با قدرش انگوش نه نه دوست دارم بدونم که منظور چیه نه آخه من حس میکنم ما خیلی دیست کردیم توی مدت یا کلا توی تاریخ خودکرد توی بعد اصلا این دیسک میکنیم به این معنی نیستش که ما مثلا کسی هستیم ما که هیچ با من که میگم شو... من دارم خونه خود نناقام زندگی میکنم آره هیچ وقت هیچ ادعایی نبوده ما سرمون پایینه ولی خب چیزی که دیدیم و به زبون آوردیم شاید خب حالا حرف دل خیلی هم بوده باشه اما خودمونیه دیگه آره حرفی که شاید پیش هم هم بزنیم ولی من خواستم اضافه کنم به اینی که گفتیم دانشگاه رفتن یه پرسپکتیوی به آدم میده اینا البته منم موافقم باش و هم این بود که وقت تو دانشگاه خوب آدم با آدم های خفن شاید خیلی روبرو رو بشه با استادای خفن با دانشگاه و مثلا برای من شخصا تجربه این بود که آقا مثلا فلان استاد میخونی حالا مثلا چقدر پابلیکیشن داره چی, کارا کرده چه چیزای اینونت کرده حتی. و بعد طرف ها نگاه میکنی یه ایمیل داره مثلا مکسیموم چیزی که مثلا توییتر هم شاید نداشته باشه از لحاظ اینکه بعد میای میبینی تو اینستاگرام تو باز میکنی حالا خودتو بگی مثلا این چقدر پست داری مثلا چه چه ارزشی اضافه کردی به فالوورات یا هر چی بعد میای اونم تو کد من خیلی بعد میای دوسترم. بعد میای, میای دلی که بعد میای اون شخص هم یعنی این چیزایی که برای من اتفاق افتاد اون شخص هم میبینی هر روزشو کار کردنشو تو لب میره درس میده از هم بعد میگه مثلا چی این اینم یه یه چیزیه که مثلا دانشگاه حالا به من اضافه کرد این دیدو این دقیقاً من افتاده باشی <تصفح> یه دونه یه دونه استاد داشتیم توی همین فوق لیسانسی که داشتم میخوندم این طرف حالا اسمشو بگم شاید تو در از حضور زن نه،, <applause> نه 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 درندو نیست یکی کسی ببین تمام بیمارستان های بی سی و فکر کنم آنتریو با در واقع زیر نظر این دارن داروهاشون رو میگیرن طرف آپریشنز بیمارستان های بی سی و آنتریور داره انجام میده و یه سری کشور دیگه یعنی یه سری استان توی یه سری کشورهای دیگه خارج از خارج از کانادا طرف رو میدیدی اصلا واقعا م. فکر نمی کردی که طرف آدم خفنیه از کنار شاید می فوقش دیگه این داره مثلا چه می دونم اینجا درس میخونه دیگه ببین یارو یه مغزی بود ببین مثلا اینطوریه که به این خودش می گفت. می گفتش که یه دونه بیمارستان در در انگلیس این رو اومدن یک روزه با پرایوت جت بردن یک میلیونم بهش دادن دلار که این فقط یک روز اونجا باشه یه مشکلی که اینا توی سوپلای چینشون داشتن اینو حل بکنه چکار. و همین دیگه ببین مشکل... ولی خب مثلا یارو نگاه می‌کنی مثلا یارو چک نمی‌زنی همین دیگه دقیقه همین حرفی که می‌زنی چک نمی‌زنی زن... می‌بینیش فکر نمی‌کنی کسیه مشکل همینه بخاطر اینکه جامعه به ما یه ابزاری رو داده که بسنجیم ببینیم کی موفقه کسی که موفقه باید مثلا فلان کوچلوار رو پوچیده باشه ساعت فلان داشته باشه اینستاگرام اینقدر فالوور داشته باشه که چی <applause> کیج... خب این نیست دیگه این این میاریه که معیار شلویه خیلی معیار کم عمق و خیلی سخی. سطحیه و اصلا کاربردی نداره میبینیم آدم های موفق این کسایی که مثلا این کمپانی خفنه دارن میان ارائه میدن با تیشرت دارن میان این کار میکنن پس به لباس نیست یکم ممکنه با لباس فلان هم بیاد اصلا معیار قضاوت نیست لباس میار قضاوت وقتی که طرف شروع میکنه با صحبت کردن چهار تا جمله که بگی آدم میفهمه که خب آقا اون تو داره چی میگذره تو اینستاگرام خدا تو فالوور داشته باش عکس فلان بگیر بزن من مثلا 6 و نیم صبح دارم میرم کار میکنم لباسم اینه ماشینم اینه ولی وقتی دو تا جمله بگی ببینی مثلا دیدت به زندگی چیه مهم هم نیست کیه ممکنه دکترا داشته باشی ممکنه راهنمایی مدرک داشته باشی مهم نیست ولی دیدت که مشخص بشه اونجا اون میشه معیار قضاوت نه حالا لباس و هر چیزی و سباز <تصفح> 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 من که تمام شد امیدوارم که به کسی بر نخورده باشه من تمام تلاشمو کردم که فقط از یک دیدگاه از چیزهایی که دیدم صحبت بکنم حالا اگر که شما واقعا کارآفرین هستید دمتون گرم دارید به یه سری جوون کمک میکنید که سر کار برن دارین به, مر... به قول خارجی به قول خارجی‌ها میگن یه سری آدمو دارین تامین میکنید پول حالا یه سری آدمو دارین تامین میکنید که بتونن زندگی بکنند ولی اگرم نیستید و دوست دارید باشید اونم مشکلی نداره فقط به این جلو. دید بهش نگاه کنید جلو. که من آنترپرنور نیستم هنوز ولی دوست دارم باشم در آینده و دارم الان براش تلاش میکنم کتاب میخونم دارم حتی اصلا یه جا دارم فول تایم کار میکنم تمام وقت که یه سری تجربه به دست بیارم ببینم با مشکلات مختلف این کمپانی چه جوری مثلا کنار میاد که بتونم فردا روزی اگر که رفتم تجربهشو داشته باشم همون بین 6 تا 10 سال سابقه کار توی همون فیلد مرتبط خیلی موثره محصر. خیلی موثره خیلی به شما میتونه کمک بکنه که بتونید مشکلاتتون رو حل بکنید برامون چی داری جالب چند تا تو توییت بخونم و این سر جالب سروش توییت کرده بود که کلا این هفته خیلی همه گیر داده بودم رو تویتر به من نوشته که دارم خودکست گوش میدم رسیدم به جاش که فرزاد اگه اشتباه نکنم نه خودم میگی گفت یکی از همکاران اومد پیشم و منو سوار کرد بردم تو پارک و خب بلند بلند موقع پیاده روی خندیدم بعد خیلی گفتن اپیزود خیار شد کدوم اپیزود بوده کدوم <تصفح> میدونی <تصفح> منم یادم نیست بعد علیرضا پیشنهاد کرده که گفته که فکر کنم یه مینی اپیزود خیار شد باید برید که سوال همه این ای اگه یکی ای 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 جدیدن گوش داده میدونه اپیزود چند بود خیارشور به ما بگه شما خودمون هم گم شدیم آره <تصفح> <تصفح> روزی میدونه اگه ازش بخوام میدونه که بهمون میگه یعنی شما, شما که الان داری گوش میدی لطفا با ما بگو اپیزود خیارشور کدوم اپیزود ولی اگه هفته بعد شد رژین به ما تکس نداد یعنی گوش نمیده من رمزش من قطعا میشه این کارو فرهاد ما همیشه کردیم هر دفعه قلبمون شکست دادن قلبمون عکس منم کلا برداشتن توی توییتر عکس فرزاد میم آره آره شده, شده, آره شده, از از شده توی توییتر از اسو کشی که کرد من <applause> فکر کردم <applause> من فکر همه باید اون برای نگاه کنیم دوربین رو نبینی برای همه من زمین رو دیدم یه سری فکر کردم تو خیلی ناراحتی اینا یه سری فکر کردم واقعا ما واسه پول اونجاییم پول رو از عرباب آره جالب بود خب چی البته داشتیم کار میکردیم تو اخبارهایی که این هفته مرزوش اگه پولم دادی ما دست رد به سینش نمیزنیم هنوز هم جا هست ایمیل هم داری نه بگو نیستیم بگو جانم اخبار این بود که خب میدونیم که انتخابات آمریکا داره میاد چهل و چند روز دیگه کار و خبری که این هفته اومد این بود که یه سری هکر ایرانی البته نه از ایران روسیه و چین آره مایکروسافت گفت آره مایکروسافت دی... 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 دیتکت کرده بود اینا رو که اومدن میخوان یه سری لاگین و اینای مردم رو به دو رو... خب این با... های انتقاباتی رو میخواستن حک کنن آره و خدا به خیر بگذارم که امسال چی میخواد بشه فقط گفتی چی؟ بزن بزن شما شما به نظرتون کی میشه رئیس جمهور آمریکا اصلا مهمه که دوست دارم بشه یکی میشه چند سال آشی من به نظرم با این که داره پیش میره ترامپ میشه دوباره با این دوز و کلکی که داره میزنه ولی خیلی دوست دارم که ترامپ نشه حالا ترامپ ترامپ آقای بایدن هم که حرفاش یادش میره زیاد آپشن های خوبی نیست همیشه چرا جلوی ترامپ یه دونه بد و بدتره نمیدونم چرا اینطوری اتفاق میفته ولی خب یه خبر دیگه که بود این هفته در موردش بکنم حرف زدیم در مورد کرونا بود که من یه زی فقط میتونم قبلش بگم این اگه صدای آمبولانس و آتش نشانی میشم یه تصادف عجیب شده توی این آین؟ توی که پشت سر ماست و همه زدن کنار و ماشینای آتش نشانی دارن رد میشن خلاصه اگه که میشنمی شرمنده خب یه چیزی که منو خیلی واقعا هرگیر داد این ام. بود که آقا نایت کلاب و باز بود توی بی و این بی چرا بسشم این هفته هشت سپتامبر بستنش و عره همه... عره اینجا جایی که کوه و بستن <laughs> نایت کلاب و سالان ماساج رو باز کردن آره جوری خب خوبه دیگه به این مشکل رسیدن خبه. به این حماقت پی برن مشخص نیازهای جامعه است دیگه آقا کارون نیازهای جامعه رو وا گذاشتن شما بخست. تو خونه میتونی شنا بری <تصفح> از پلا خونه تو نه <تصفح> مثلا ورزه شو دارم میگم من نمیدونم. از پلاه ساختمون عن... تام کی بله ولی <تصرف> خب یه خبر باحال دوباره کرونایی به خاطر اینکه حالا دانشگاه خیلِ شن... <تصرف> اره، خیلی آره الان همه آنلاین شده کلاس دیگه دانشگاه آریزونا به دانشجوهای فیزیولوژیش که باید تشریح دارن یکی است نه یکی یه دونه خوک مرده فرستاده واقعا با مغز گوسفند و اینا که اینا بیان مثلا هر هفته لب دارن چون کله پاشش کرده می اومد خونه من آقا میگفت همین دوباره بیرو همین از کله پاچش می خب میگنده که تو خونه یخچال هم باشون فرستاده نه جالب بود مثلا این یه دانشجو همشو فیلم گرفت نه حالا اون باکسی که میاد توش یخینا هست ولی مثلا هیچ اینستراکشنی ننوشتی یا آقا اینو کجا بذارید کدوم هفته میخوایم اینو دایسکت کنیم هیچی مثلا یه خوک اومده دم در برای کورس فلان آناتومی مثلا فکر یکی یه دونه خوک می چند خوک, زدن زمین آره خیلی حالا صدا پیتا در میاد الان نابود میشه آره اونم پیتا 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 سازمان حمایت از حیوانات همه میدونن پیتا چیه آره آره شما نمیدونید تحقیقات بیشتر کن آره پیتا اصلا اسمش میاد یه ترسی به جون همه میافته او نو اینقدر اینجا موندیم صدا تلفن هم در دیگه خبری که آه من شخصا خیلی به آلاسکا علاقه دارم به ایالت آلاسکا و بعد دوست دارم حتما برم فکر میکنم خیلی جای خفن و بحالی بله. این خبر در مورد همونجاست که یه بچه انگاری مشک... یه, بیماری داشته که سریعا مثلا باید میرفته یه بیمارستان خوب که تو آلاسکا نبوده برای همین هواپیمایی باید میومده و امرجنسی اینو میبرده و مثلا تو تو اون فرودگاه حالا نمیدونم هر فرودگاهی خلبان البته تو فرودگاه اونطوری که حالا ترافیکش کم خلبان میتونه چراغ اون رانوی بهش میاد اون روشن کنه چراغ دورشی که ببینه وی اف آره مثل اینکه اون هوا فرودگاه اینطور بعد سعی میکنن چراغ رو روشن کنن که فرود بیاد هواپیما نمیتونن چراغ ریسپانس نمیکرد و اینا باید میشستن که این بچه رو ببرن بعد خب آلاسکام جمعیت خ... اون شهری که نمیتونم اسمش رو بگم نه اسمش سخته گفتنش جمعیت زیادی نداشته و اه خلاصه اهالی جمع میشن با ماشیناشون میان دور چیز این رانوی وای میسن با ماشینات چراغ روشن میکنن و این میتونه به میگه چراغ روشن نمیشه اون با حالا یه برجی دارن نمیدونن یعنی برج مراقبت داشتن ولی برج نمیتسه چراغ روشن کنه نه کلا مشکل چراغ داشتن مشکلی بوده که چراغ روشن سیما سوخته بوده نشون میده که تو <تص> آلاسکا هم بچه ها متحدن جالب بود خیلی هم خیلی از آمریکایی هم که اومدن از مرز همین بریتیش کلمبیا که برن آلاسکا <bueno> حالا خیلیشون نه ولی چند تاشون <تص> خبرساز شدن جریمه های سنگین شدن چون, چون مثلا اینکه این می بودن. آره بعد مثلا اعلام میکردن ما داریم میریم آلاسکا و مثلا تو دو روز آینده اونجا میرسیم حالت چک چکین و چکاپ ولی مثلا رفته بودن آلبرتا و کلونا و اشغال 750 هزار دلار جریمه شده خیلی خدا رو زیاده خدا رو که من چادری ام تمام قبل قبل اینکه بعد من درخواست بکنم از چون من خودم واسم جالبه اگه جالبه. امکان داره و حالا دوستان عزیزان کسایی که آنترپرنور واقعی هستن و کارآفرین اینا مثال بزنن از کارهایی که خودشون استارت زدن و حالا کارآفرینی که کردن که حالا من شخصا یا ما و حالا دیگران بخونن ببینن حالا مثلا مثال, مثال موفقیت آره داشت اگه داشت خودشون کردن خیلی هم حتما خیلی خب ما توی تمام فضای مجازی اسم اون خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخوایم با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام تاکس که میتونید اونجا برای ما های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ